کار زیباسازی چاراهی 500 فامیلی از برنامه زیباسازی شهری ریاست امور کلتوری شورای کابل با همکاری کمپانی احمدیار گروپ تکمیل و امروز توسط مولای محمد خالد ساجستانی معاون خدمات شهری و حفظ محیط زیست و مولای حبیب الرحمن منصور معاون امور اجتماعی و کلتوری شورای کابل به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم رهبری شورای کابل از تاجران و سرمایه‌گذاران که تاکنون در برنامه زیباسازی شهری سهم فعال گرفته است قدردانی کرده گفت که با تطبیق برنامه زیباسازی شهری شورای کابل با چهره و سیمای شهر بیشتر تغییر مثبت ایجاد خواهیم کرد. همین که افتتاح برابرداری چاره ای را داریم که در زیبایی این منطقه انشالله اثر بسزایی خواهد داشت. خواست ما از مردم و از کسایی که در این ساحه زندگی میکنند این همیست که در حفظ این کارا بسیار با ما همکار باشم و کوشا باشم. در هر سلولار را چه سوم یشت مخ که دلتا بیر کسافات جمع و موتور د دې ځای نه موږ کثافات نقل کړل. الحمدلله د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو کلتوري چارو معاینیت او د کلتوري چارو د ریاست په هلو ځلو باندې د هغه د کثافاتو ډکه ساحه په دومره ښکلې ساحه باندې بدله شوه. قاری ولی گل جواد رئیس امور کلتوری شورای کابل گفت که مطابق دیزاین طراحی شده تحت مدیریت این ریاست نماد زیبایی در چاراهی 500 فامیلی به شکل اساسی و معیاری با ارزش 5,300,000 افغانی به همکاری کمپانی احمدیار گروپ طی مدت 3 ماه کاری اعمار و زیباسازی شده است. زیباسازی چاراهی شامل سنگ فرش، فواره های تزئینی آب، فضای سبز، غرس نهال و بتگل های زینتی، نصب چراغ های تنویر، نصب و رنگ‌آمیزی جدول ها و کتاره ها نیز میباشد. همچنان مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شورای کابل گفت که به اساس هدایت رهبری شورای کابل اطراف این چاراهی پس از پاکسازی موارد غصب و انتقال تجهیزات غیرقانونی نخست هموارکاری و سپس به سرسبزی آن اقدام شده است.